استاد علی‌نقی وزیری در 9 مهر ماه 1365 به دنیا آمدند و در خانواده‌ای که 5 پسر که صدای اینها نظامی شدند و 2 از جمله خود علی‌نقی هنرگرایی هستند. حسن علی برادر دیگه علی‌نقی نقاشی رو دنبال کرد و نزدیکم با کم حتی دوره دید و سنتور رو هم از در حسن سنتوری کار کرد. با وجود دایی هنرمند و فهمیده و فیلسوف و هنرمند به نام حسین علی خان قزلیا، علی‌نقی تونست راه پیدا کنه به سمت موسیقی و هنر. مادر هم هنرمند بود، فرق می نواخت و آواز می خوند. پدر موسی خان میرپنج که در قضاخانه خدمت میکرد حوالی 14 سالگی وزیری بود که چون وزیری هم به فن شمشیر بازی و هم ورزش و اینها خیلی علاقه من بود، در سن 14 سالگیشون رو برد به خدمت و حتی باید به سن معمول خدمت نظام در نیامده بود، ولی خب پذیرفتن که بخاطر استعداد بالاش در قضاخانه خدمت کنه. در اونجا وزیری با بخش موزیک خیلی ارتباط خوبی برقرار کرد و شیپور رو شروع به آموزش کرد و تمام دستورات نظامی که با شیپور نواخته میشد رو به سرعت یاد کرد. اما تار رو از سن 15 سالگی آغاز کرد نزد دایی و بعد از 1-2 سال آنچنان تمرین کرد که از دایی هم جلوتر زد و مجبور شد که برای ادامه با اساتید دیگه هم کار کنه. برادرش نقل میکنه که علی‌نقی هر جا سازی میدید میخرید و در مجموعه خودش گردآوری میکرد. اما حسین علی خان که میدونست تمرکز در یک ساز خیلی بهتر هست و نتیجه بخش داره، وزیر رو ترغیب کرد که فقط به تار بپردازد. وزیری به این توصیه عمل کرد، فقط نتونست ویولون رو که خیلی بهش علاقه داشت رها کنه و تمرینات ویولون خودش رو هم همیشه ادامه میداد. درس نوت رو از یاور آقاخان یاد گرفت که افسر موزیک بود و بعد که دید باز نیاز به آموزش بیشتر داره نزد یک رشته فرانسوی به نام پورژو تئوری هارمونی و پیانو رو فرا گرفت یا اورگیتس. در 31 سالگی هم که به سفر فرنگ رفت، 5 سالی در فرانسه و آلمان تحصیل کرد. در سال 1302 مدرسه موسیقی رو تأسیس نمود و در سال 1303 کلوپ موزیکال رو که با کسی که از شاگردانش بودن شروع به اجرای موسیقی و کنسرت گذاری کرد که در بندر انزلی و رشت هم کنسرت ها اجرا شد. همچنین موسیقی و تئاتر رو با هم آمیخت و اپرات های بسیار زیبایی نوشت. همچنین کلاس آموزش هنرپیشگی هم احداث کرد که در عین آموزش موسیقی افراد به هنرپیشگی هم می‌پرداختند و برای این حاضر موزیکال آماده می‌شد. موسیقی در دوره وزیری به صورت سینه به سینه در ایران معمولا آموزش داده می‌شد، اما او درخواست کرد از آقا حسین قلی استاد بزرگ گیتار زمانه که ردیف های ایشون رو به خط نوت در بیاره و در 2 ماه این کار رو انجام داد. همچنین از میرزا عبدالله هم این درخواست رو کرد و ردیف های ایشون رو هم ردی به خط نوت در آورد. وزیری در اون کلوپ موزیکال همچنین منهای رهبری ارکستر و آهنگسازی و نوازندگی تار خوانندگی هم میکرد که با پرهیز از تحریر های زیاد یا فنون آوازی سنتی نوعی ساده خوانی انجام میداد که البته به مزار همه هم خوش نمیومد. او در 18 شهریور 1358 در سن 92 سالگی فوت شد و از آثار خیلی مهمش برای مخصوصا تار قطعه دخترک ژولیده، ژیمناستیک موزیکال، قطعه حاضر باش و بند باز و از قطعات آوازش شکایت نی، مشتاق و پریشان، دوست، ایران و ای وطن هست. همچنین وزیری تلاش بسیار زیادی برای آموزش موسیقی در دبستان ها و مدارس کشور انجام داد و همچنین جزوه و کتابی رو هم برای این مدارس آماده کرد. تا
استاد وزیری در سال 1265 خورشیدی به دنیا آمدن و در 18 شهریور 1358 به درود حیات گفتن در سن 91 سالگی. مادر بیبی خانم استرآبادی بود که از مدافعین حقوق زنان در ایران به شمار می اومد و اولین دبستان دختران در ایران تأسیس کرد. پدر موسا خان از افسران قزاق‌خانه بود و بعدها علقی نیز به راه پدر در نظام مشغول به کار شد و عنوان کلونل از همون دور است. نوازندگی تار رو نزد دایی خودش دکتر حسین علی خان شروع کرد و بعدها با سلیمان خان ارمنی لوس موسیقی علمی دنیا رو فرا گرفت و خط نوت رو شناخت. همچنین از یک کشش ساکن تهران که معلم مدرسه سندروی هم بود ارگ و مقدمات موسیقی غربی رو فرا گرفت. در تمرین تار آنچنان علاقمند بود که به قول همسر اولش آنچنان افراط میکرد در تمرین که شام و نهار نداشت و در صندوق خانه‌ای که در منزل بود شروع به تمرینات موسیقی میکرد، از صبح بسیار زود بعد از ورزش صبحگاهی تا شبانگاهان. 5 سال در اروپا تحصیل موسیقی رو ادامه داد، 3 سال در آموزشگاه عالی موسیقی فرانسه و 2 سال در هنرستان موسیقی برلن. بعد که به ایران اومد مدرسه موسیقی رو تأسیس کرد در اسفند 1302 و در 1303 یک سال بعد کلوپ موزیکال رو تأسیس کرد که در اون به برگزاری کنسرت ها با شاگردان خودش میپرداخت و ارکسترهایی که تشکیل داده بود. و همچنین به مرحوم عشقی تارساز سفارش 5 مدل تار داده بود که در مدل‌های کوچیک مثل تار سوپرانو تا تار باس یا بمتار اینها رو ساخته بود به تبع ویولون که بتونه صداهای زیرتر و صداهای بمتر رو از تار تولید کنه و ارکستر کامل تر صدا بده. اون آوری‌های خیلی خاصی در گروه نوازی و یا ارکستر نوین موسیقی ایرانی ایجاد کرد و آهنگسازی زیادی هم انجام داد. از جمله قطعات خیلی مهم ایشون سمفونی نفت هست که در دوره استقلال نفتی ایران در دوران مصدق نوشته شده و اجرا شده توسط ارکستر رادیو. کتاب‌های مهمی هم نوشت که از جمله اونها اولین دستور برای تار و سه‌تار هست که در 2 جلد در برلن به چاپ رسید، همچنین دستور ویولون و موسیقی نظری و کتاب هارمونی بر اساس روبه پرده در موسیقی ایرانی. از ابداعاتش تأدیب و مسابقه کردن فواصل گام موسیقی ایرانی به 24 بخش که هر بخش بندازه یک روبه پرده بود و اسکوزاری سوری و کرون برای روبه پرده بمتر یا زیرتر کردن. در موسیقی روبه پرده بمتر کرون به حساب میاد و روبه پرده زیرتر سوری، که این 2 لفظ سوری و کرون رو به حروف ابجد اگر محاسبه کنیم عددش برابر با عددی هست که از جمع علی نقی وزیری به دست میاد. از شاگردانش سبا خالقی، موسا معروفی، جواد معروفی، حشمت سنجری، عبدالعلی وزیری، خادم میساق، حسین علی ملاح و فروتن راد میتوان نام برد. او 2 دوره ریاست هنرستان موسیقی رو هم بر عهده داشت و ریاست شورای عالی موسیقی رادیو رو در هنگام تأسیس رادیو در ایران به عهده گرفت.